سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ عروسی در قانا. از کجا بدونم که همه اینا درستن؟ منظورت چیه؟ درباره عیسی دیگه، میتونی ثابت کنی که اون واقعا پسر خداست؟ تو میتونی ثابت کنی که سارا هستی؟ خب با کارت شناسایی. خیلی بد شد که عیسی کارت شناسایی نداشت. خب بذار من الان 5 کارت شناسایی عیسی رو به تو نشون میدم. اون 5 تا کارت شناسایی داشت؟ این درسته؟ واقعا؟ عیسی اولین کارتش رو از خداوند گرفت. در زمان تعمیدش صدایی از آسمون اومد: این از پسر محبوب من، به او اعتماد کنید. دومین کارت شناساییش کتاب مقدسه. همه ی نبوت درباره عیسی پسر خداوند 100% در عیسی به انجام رسید. سومین مدرک برای پسر خدا رستاخیزه. اون زنده است. شاهدای بسیاری اونو دیدن و مردمم کارت چهارمو براش صادر کردن. مردمی که اونو میشناختن گفتن اون واقعا پسر خداست. یه کارت جا انداختیم. خب بیا تا این مدرکو در قانای جلیل به تو نشون بدم. یه جشن عروسی در حال برگزاری بود. همه شهر 7 روز با عروس و دوماد جشن گرفتن. عیسی و دوستاش هم اونجا دعوت بودن. در ضمن اونا از اینکه عیسی پسر خدا باشه مطمئن نبودن. مهمونا خوشحال بودن، آواز میخوندن، میرقصیدن، بازی میکردن و مینوشیدن. و بعد اون اتفاق افتاد. چه اتفاقی؟ اینکه دیگه شرابی نمونده بود. هیچ چیز برای نوشیدن توی خونه نبود. چقدر بد. بله، ابتدا مریم متوجه اون شد، به عیسی گفت و عیسی هم به خدمتکاراش گفت: تمام خمره ها را پر از آب کنید. اونا 160 گالون آب از شاه بیرون کشیدن و حالا یک جام را پر کنید و آن را به سرپیش خدمت بدهید تا بچشد. سرپیش خدمت کمی از اونو نوشید و به سرعت پیش داماد رفت. این شراب از کجا آوردین؟ تا الان شرابی به این خوشمزگی تو زندگیم نچشیده بودم. بله عزیز دلم، عیسی آب خالص رو به شراب ناب تبدیل کرد. این اولین معجزه عیسی بود. معجزه ها مدرک و کارت شناسایی عیسی هستن که نشون میدن اون در حقیقت پسر خداست. شاگرداش هم این معجزه رو دیدن و به عیسی ایمان آوردن. 5 کارت شناسایی برای پسر خداوند. اونها بهترین مدارک برای منن. من به اون ایمان دارم. تو چطور؟ هر چه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.